سرخط خبرها. یک حمله به نهایت خطرناک و استراتژیک جبهه مقاومت بالای پاسگاه های طالبان. اعلامی مشترک 80 کشور جهان، محدودیت های طالبان بر زنان لغو شود. عباس استانکزی: تصمیم پاکستان برای اخراج مهاجران افغان به معنای آغاز درگیری با طالبان است. منابع محلی: ملای مسجد در پلخمری کودکان دختر را به شدت لرد و کوب کرد. و خشونت مسلحانه در مرز سپین بولدک چمن، دو کشته و 5 زخمی بر جا گذاشت. با یاد خدا به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر این ویدیو با ما باشید. استانکزی: تصمیم پاکستان برای اخراج مهاجران افغان به معنای آغاز درگیری با طالبان است. معین وزارت خارجه طالبان گفته تصمیم پاکستان برای اخراج مهاجران افغان به معنای آغاز درگیری با این گروه است. استانکزی گفته که افغان ها در 45 سال زندگی در پاکستان مشکل امنیتی ایجاد نکردند. اکنون چگونه تروریست و تهدید برای امنیت پاکستان شدند؟ پاکستان به شهروندان خارجی که به گونه غیر قانونی در این کشور زندگی می کنند یک ماه فرصت داده است پاکستان را ترک کنند. استانکزی معین سیاسی وزارت خارجه طالبان و سمی یوسفزی خبرنگار گفته است که طالبان از بازگشت افغان ها استقبال می کنند، اما پاکستان باید کرامت انسانی پناهندگان افغان را در نظر بگیرد. استانکزی گفته است این اقدام نامناسب است که زنان افغان را اسیر کنند. همزمان سفارت طالبان در اسلام آباد گفته است که پاکستان در دو هفته اخیر بیش از 1000 مهاجر افغان را بازداشت کرده است. ویدیوهای نیز در شبکه های اجتماعی منتشر شدند که زنان افغان را در زندان پلیس پاکستان نشان می دهد. معین سیاسی وزارت خارجه طالبان تاکید کرده است که اخراج پناهجویان افغان باید با مشورت و همکاری سازمان ملل و طالبان انجام شود. روز سه‌شنبه 11 میزان، وزیر داخل حکومت و موقت پاکستان در نشست خبری گفت که 14 نفر از 24 مهاجم انتحاری که پس از ماه جنوری سال 2023 در این کشور حمله کردند، افغان بودند. سرفراز افزود که افغان‌ها در حملات تروریستی در مناطق گوناگون پاکستان دست داشتند. یک حمله استراتژیک و خطرناک نیروهای جبهه مقاومت بالای پایگاه‌های طالبان. جبهه مقاومت ملی اعلام کرده است که در دو حمله جداگانه نیروهای این جبهه در ولسوالی مندول و دوآب ولایت نورستان 7 تن از اعضای گروه طالبان را کشته و زخمی کردند. جبهه مقاومت امروز چهارشنبه 12 میزان در اعلامیه گفته است که نیروهای این جبهه در دو حمله جداگانه در ولسوالی‌های مندول و دوآب ولایت نورستان عملیات های موفقانه را بر موازه طالبان تروریست راه اندازی نمودند که در نتیجه آن دو طالب به هلاکت رسیده و 5 تن دیگرشان زخمی شدند. در اعلامیه این جبهه آمده است که عملیات نخست در ولسوالی مندول ولایت نورستان حوالی ساعت 6 شام روز گذشته سه‌شنبه 11 میزان از سوی رزمندگان جبهه مقاومت ملی آغاز گردید و تا حوالی ساعت 4 صبح امروز چهارشنبه 12 میزان ادامه یافت. در این عملیات که با درگیری شدید همراه بود، دو طالب تروریست به هلاکت رسیدند و دو طالب تروریست دیگر زخمی شدند و همچنین یک واسطه نظامی این گروه کاملا حریق گردید. همزمان با این، درگیری‌های پراکنده نیز میان نیروهای جبهه مقاومت و اعضای طالبان در چند پست امنیتی این ولسوالی رخ داده است. در این اعلامیه همچنان گفته شده است که در جریان این درگیری‌ها یکی از نیروهای دلیر جبهه مقاومت ملی زخم سطحی برداشته است. پس از این عملیات های هدفمند نیروهای جبهه مقاومت، گروه طالبان بالای مردم محل هجوم برده و اموال خانه ولسوال اسبق دوآب را تاراج کردند. اعلام مشترک 80 کشور جهان، محدودیت های طالبان بر زنان لغو شود. 80 کشور جهان در یک اعلامیه مشترک خواستار لغو محدودیت های طالبان بر دختران و زنان افغانستان شدند. نمایندگی امارات متحده عربی در سازمان ملل روز چهارشنبه 12 میزان با نشر اعلامیه گفته که این اعلامیه توسط این کشور در نشست کمیته سوم مجموعه عمومی سازمان ملل ارائه شده است. این نمایندگی افزوده است ما از طالبان می خواهیم که به گونه فوری دستورات که حقوق بشر و آزادی زنان و دختران را نقض می کند لغو کنند.
در این اعلامیه آمده که سهم زنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی افغانستان بسیار مهم است. طبق اعلامیه، زنان افغانستان با حادترین و سیستماتیک‌ترین شکل تبعیض، سرکوب و نقض حقوق بشر در جهان مواجه هستند. منابع محلی ملای مسجد در پلخمری کودکان دختر را به شدت لب و کوب کرد. به گزارش منابع محلی، ملای مسجد در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان کودکان دختر را به شدت لد و کوب کرده است. تصاویری در اختیار رسانه ها قرار گرفته که نشان می دهد بدن دختران خردسال در اثر لد و کوب کبود شده است و آثار شکنجه دیده می شود. یک باشنده شهر پلخمری به رسانه ها گفت این ملای مسجد واقع در ناحیه اول شهر پلخمری روز چهارشنبه دوازده میزان همه دختران خردسال را لد و کوب کرد. مادر یکی از دختران خردسال با ارسال این تصویر گفت که مکاتب را برای دختران بستند. حالا دختران نمی توانند به مسجد هم بروند. خانواده این کودک از مقامات طالبان خواست ملای را که کودکان را شکنجه و لب و کوب می کند از مساجد اخراج کنند. ماه گذشته نیز ملای مسجد در فاریاب یک کودک را به شدت لد و کوب کرد. بخش ویدیوی لد و کوب این کودک به دست ملای مسجد واکنش های گسترده ای را در شبکه های اجتماعی برانگیخت. پس از انتقاد های گسترده منابع محلی گفتند که طالبان این ملای مسجد را بازداشت کرده است. خشونت مسلحانه در مرز اسپین بولدک چمن دو کشته و پنج زخمی بر جای گذاشت. منابع در قندهار و بلوچستان پاکستان گفتند در پی درگیری در مرز اسپین بولدک چمن دو نفر کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند. و گفته این منابع کشته شدگان شامل یک پیرمرد و یک کودک ساکن بلوچستان می شوند و یک سرباز و یک کودک پاکستانی هم در میان زخمیان هستند. بر پایه گزارش ها دو نفر از زخمیان از قندهار هستند و درباره زخم پنجم اطلاعات دقیق در دست نیست. گزارش شده است که زخمیان وقت صاد این رویداد به بیمارستان منتقل شدند. به دنبال این رویداد عکس هایی از یک پیرمرد و دو کودک در رسانه ها دست به دست می شوند و گفته شده است که قربانیان همین رویداد هستند. طالبان و منابع پاکستانی هنوز درباره این درگیری چیزی نگفتند. پاکستان تعرفه گمرکی 5 کالای ترانزیت افغانستان را افزایش داد. بر بنیاد گزارش ها دولت پاکستان تعرفه گمرکی را بر 5 کالای ترانزیتی افغانستان 10% افزایش داده است. روزنامه پاکستانی روز چهارشنبه 12 میزان گزارش داده که پاکستان افزایش 10% تعرفه گمرکی را بر کالاها وضع کرده است که از این کشور و سایر کشورها انتقال می‌یابند. سپاس که تا این دم با ما بودید. تا ویدئوی دیگر، بدرود.